جنت نیست جای بی نماز و دوزخ سرای بی نماز همه از رحمت حق بی نصیب از ارکان از برای بی نماز قبول حضرت حضرت نباشد یقین می بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمانای محترم اول خواه از خدای عزوجل شکر بکنیم که بر ما توفیق داد که باز هم در خانه خدا جمع شده و به خاطر شنیدن چند کلمه ای از احکام شریعت اسلامی در وقتی که فتنه و فساد دامنگیر مردم جهان چی که مسلمان ها به فساد بسیار زیاد مبتلا شدند این بزرگترین نعمت خدای عزوجل است که بر ما و شما توفیق نصیب کرد که در خانه خدا جمع شویم و یادی از قرآن و سنت بکنیم مسلمان های محترم چیزی که امروز انسان متأثر می سازه یک جمله است که رضایت خالق و رضایت مخلوق هست یک مسلمان حقیقی وقتی که می خواهد که اندازه ایمان خدا، قوت ایمان خدا و نجات خدا محاسبه بکنه پیش خود و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بر بچه خود عبدالله میگفت که ای پسرک من پیش از این که وقت از این برسه که دیگرات را محاسبه بکنه تو خودت خدا محاسبه بکن خودت اندازه قوت و ضعف ایمان تا محاسبه بکن که من چقدر ایمانم قوی هست و چقدر ضعیف است. امروز و تا روز قیامت اینمی دو نقطه هست یک طرف رضایت خداست و یک طرف دیگه رضایت مخلوق است امروز بسیاری کس ها به خاطر رضایت مخلوق خود وسیله گناه می سازند. به خاطر مخلوق و به خاطر از اینکه یک انسان از پیش از او خوشحال شود خدای عزوجل خفه می سازند. پس ما مسلمان ها بیاییم از زیاد فلسفه گویی یعنی یک نفر است درس فلسفه میده یک نفر از سالها درس تفسیر میده یک نفر از بسیار فصاحت و بلاغت داره یک نفر از لکن وقتی که در ساحه عملی آمد علم اگر در دل زند یاری شود علم اگر در سر زند ماری شود در اسلام علم به درد نمیخوره که ما بگوییم ولی ما علم یاد میگیریم به خاطر که معلومات ما زیاد شده این اندیشه غیر اسلامی است اسلام میگه علم یاد بگیر ولی کم باشه لکن به مو اندازه که علم داری کوشش کن که مساوی با او عملت هم باشه امروز وقتی که ما خودم مقایسه میکنیم با
صحابه کرام. ما درس سیرت میخوانیم، ما قرآن میخوانیم، ما حدیث میخوانیم، ما قصه های دیگران را میخوانیم. این خواندن این قصه ها اگر در شخصیت انسان، در ایمان انسان تاثیر نکرد، تمام علومه که انسان بخونه در به ارزش نداره. وقتی که این علم انسان، انسان در وقت امتحان دو چیز است، یک طرف رضایت خداست، یک طرف رضایت خالق است و در طرف دیگر رضایت مخلوق است. کسایی را ما دیدیم که خوب عالم بوده، خوب دانشمند بوده، خوب دعوتگر بوده، خوب به نفع اسلام کار میکرده، ولی وقتی که نوبت عملی از او شده، ولی وقت امتحان عملی از او است، میخواه که در امتحان عملی در مقابل خدای عزوجل استاد شود، اینجا دیدیم که ناکام مانده. چرا؟ به خاطر از اینکه شیطان همیشه یک چیز در گوش انسان زمزمه میکنه که او انسان باید مخلوق خوشحال بسازی، فلان شخص از پیش تو خفه نشه، فلان کس سر تو انتقاد نکنه، فلان کس تر عیب تو نگویه. از این خاطر همیشه کوشش کن که مخلوق از پیش تو خفه نشه. و بسیاری کساست که به خاطر از این که مخلوق از پیشش خفه نشه، خدای عزوجل خفه میسازه. و اینمی انسانی که شیطان در ذهنش رضایت مخلوق از زیاد مثل پچکاری واره برزی واکسین میکنه همیشه، ای در وقت امتحان عملی ناکام است. خدا بسیار کامیاب فکر میکنه. شما یک محفل میگیرین، در گرفتن محفلتان رضایت خالق است و در گرفتن محفلتان رضایت خالق نیست. احیانا با این محفلتان و این دوستایی را که خبر میکنین، این مجلس را که شما میگیرین، خدای عزوجل خوشحال میشه. و احیانا با اینمی مجلستان خدای عزوجل خفه میشه، لیکن مخلوق خوشحال میشه. اینجا قوت ایمان کار است. ایمان چه قسم مثال میتونه انسان بده؟ ایمان مثل سرگلوله، مثل این باروتی که در یک مرمی هست. او سرگلوله کمال نداره وقتی که باروتش ضعیف باشه. اگر باروت کار نکرد، مجرده که فایر میکنین این سرگلوله یک متر که بالا شد پس در زمین میفته. اما اگر این باروت قوی بود، او سرگلوله که شاید یک سیر وزن داشته باشه، او را 10,000 متر در آسمان بالایش میکنه. انسان مثل اونمو سرگلوله هست، حرکت انسان مثل اونمو حرکت سرگلوله هست، ولی باروتش ایمانش است. انال ای ایمان قوی انسان، انسان خود سنجش بکنن. یک کسی هست نامزاد میشه، وقتی که نامزاد میشه دو قسم شیطان هست، شیطان های انسانی و شیطان های جنی. شیطان های انسی برای تو جوان چی میگه؟ تو باید در پالوی این نامزادت که حرام است انو سر تو، این نامزادی که تو تنها نامزاد شدی، این سر تو حرام است. چرا حرام است؟
به خاطر از این که نامزاد انسان وقت برای انسان حلال میشه که نکاح صحیح شرعی صورت بگیره و در نامزادی خود نکاح نیست و این نیمه نکاحی که از این شیطان های انسانی پیدا کرده. در دین مقدس اسلام ما چیز به نام نیمه نکاح نداریم. شما ببینید نیمه نماز ندارین، یا نماز کامل میخوانی یا هیچ نماز نمیخوانی. یک نفر بگه من میرم یک دو رکات نیمه نماز میخوانم، یعنی یک رکات میخوانم یک رکاتش نمیخوانم. در اسلام میگه نه بیدن، نیمه نماز نیست، مکمل نماز از نیت شروع میشه تا السلام علیکم و رحمت الله. تو میگی نه من تا رکو میخوانم، باز باز باقی مانده زیر سبا میایم میخوانم. میگن نه نه، علما میگن نه نه صاحب، ما کتاب خواندیم، ما قرآن خواندیم، ما سنت خواندیم، ما نیمه نماز نداریم، نیمه حج نداریم، نیمه زکات نداریم، نیمه قربانی نداریم. که یک نفر بگه ولی من امسال پیسه ندارم یک دانه مرغ نیمه قربانی میکنم، با سال آینده باز یک گوسفند میخرم. نیمه قربانی مرغ نیست، یا سم قربانی کو یا هیچ. به این قسم ما نیمه نکاح نداریم، اما بعضی کسایی هستن که از دین بیخبر هستن. شیطان اینا را به نام رواج گمراه و بیدین و حتی کافر میسازن. وقتی که تو حرامه حلال گفتی، وقتی که تو یک دختر نیمه نکاح ششتی به امرای یک بچه نیمه نکاح کردی و باز این بچه را گفتن که تو اینال اجازه هست که از این نامزادت بشینی قصه کنی، گپ بزنی، خانه خسارت بری خلوت بکنی و این مشروع ساختی برش رگه. چرا؟ والا فلانی مولوی صاحب، فلانی آجی صاحب، فلانی وکیل صاحب، فلانی خان صاحب، فلانی ملک صاحب آمدن شش تا نیمه نکاح کردن، بناهن نیمه نکاح شد دیگه. این ما و ازی این خانم مز دیگه و این مرتکب جنایت ها میشه. این حال بسیاری کسا به خاطر ازی که مخلوق راضی باشه میگه این گپا را مطرح نکنین. بسیاری وقتا سر ما انتقاد میکنن که استاد آلی این گپا که میزنی این خب به فلانی آجی صاحب بر میخوره، به فلانی ملک صاحب بر میخوره، به فلانی شخص بر میخوره. اینجا رضایت خدا را عالم هست، از قرآن و سنت خبر داره، لیکن در تطبیق عملی قرآن و سنت شیطان برش عظمت مخلوق نسبت به عظمت خالق در قلب عزیز زیاد میسازه. خدا خفه شده اما مخلوق خفه نشه. چقدر است ایمان از این انسان؟ اگر وزن بکنیم تمام قوم پیغمبر آمدن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ای پیغمبر خدا چی میخوای؟ کاکاهاش، اقاربش، قومش، پدر کاکاری سفیدش، دوستایش، کسایی که بود کلشان آمدن گفتن اگر میخوای برت ریاست، ریاست میتیم، اگر دختر میخوای ازدواج میکنی ازدواج برت میت، دخترای زیبا زیبا رو میریم، اگر پول میخوای ما برات پول میتیم، اگر میخوای که عضو دارالندوه و پارلمان و فلانی و فلانی شوی عضویت برات میتیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ که اگر قسم به خداست که اگر آفتاب در دست راست مبانین و مهتاب در دست چپ مبانین، یعنی شما اینقدر امکانات داشته باشین که آفتاب بیارین در دست راست مبانین و مهتاب در دست چپ مبانین که من این راه حق و دعوت ترک بکنم، من ترک نمی کنم. پس ما چه قسم بگیم امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم؟ به خاطر که فلانی مخلوق خفه نشه. وقتی برای یک جوان میگیم که برادر عزیز، برادر عزیز، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان تقسیم کرده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که در از بین بردن بدی ها ایمان هر کس معلوم میشه. ایمان 100%، ایمان 50% و ایمان 5%
و ایمان تحت صفر، 5% تحت صفر، 50% ایمانش تحت صفر است و 100% تحت صفر است، یعنی بی ایمان مطلق است. خب ایره پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما چه قسم تشریح میکنه؟ بی پدر، مسلمان یعنی تروریست. جناب محمد عبدالرحمن، امکان نداره که از چنگی من تو چیزی نداری؟ از چی مطلب میده تو؟ این کار اسلام نیست، بفهمید دین کار اسلام نیست. اسلام میگه که من را منکم منکرن، ای امت من، اگر شما پیروای حقیقی من هستین، در تنها نماز خواندن و تنها در مجلس درس ایمان تو تکمیل نمیشه. ایمان 70 و چند شعبه داره. تو اگر میخوایی در مکتب بری شادنامه صنف 12 رو بگیری، تو باید 70 و چند مضمون باید خلاص کنی، دوا نمره کامیابی بگیری، بعد تو میتونی که فراغت صنف 12 رو بگیری. تو اگر میخوای که بری پوانتون بخوانی، مجبور هستی 70 و چند مضمون بخوانی در کل از این نمرات کامیابی بگیری، بعد از تو میتونی که شهادت نامه را حاصل بکنی. ایمان عین گپ است که اگر تو میخوای که شهادت نامه کامیابی را در روز قیامت حاصل بکنی، باید 70 و چند مضمون ایمان در کلش نمره بگیری دیگه. در مقابل بدی ها تو باید مقاومت بکنی، عکس العمل نشان بدی. در غیر از او ایمان تو چند فیصد است؟ چند فیصد رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال میکنیم که ای پیغمبر خدا، ما میخواییم مطابقت از تو بکنیم، چی کنیم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما میگه که من را منکم منکرن فلیغیره بیدیه، اگر یک کسی از شما یک منکر، منکر چی رو میگن؟ چیزی را که خدا و پیغمبر خدا تایید نکرده، چیزی را که خدا و پیغمبر خدا بد گفته، اگر او را یکی از شما ببینه میگه فلیغیره بیدیه، او را باید توسط دست خود مانع از او منکر شود. تو یک دوست داری که بی نماز است، دستت در دستش میمانی، دوستانه و صمیمانه از پیشش تقاضا میکنی که بیا بریم نماز بخوانیم، بیا بریم در مجلس درس بشینیم، بیا بریم در مجلس قرآن بشینیم. پس تو وقتی که دست از ایره گرفتی، با بسیار محبت دوستی دوستت در خانه خدا آوردی، اینجا ایمانت 100% ساختی. تو باسواد هستی، شاگرد هستی، صنف 12 هستی، محصل هستی، دیدی که در قریه یک تعداد اطفال هستن که درس یاد ندارن، میگه قطع مولای سه میشینی، میگه مولای سه ما هم میخواییم در میسته مای زمستان بیکار هستم، ما هم میخواییم که یک چند نفر دری درس بتم، ما هم میخواییم یک چند نفر املا درس بتم. این حال اینجاست که تغییر منکر عملا با دست خود کار میکنی، با دست خود کار میکنی و بدی را از راه دور میکنی، خرابی های جامعه را اصلاح میکنی. من را آمن کن منکرن فلیغیره بیدیه، پس باید او را با دست خود تغییر بده. اینجاست که ایمان 100% میشه. فا این لم یستطیع، یک نفر میگه من اینقدر توانایی ندارم، وقتی که میگی توانایی ندارم، پس ایمان 100% هم نخواهی دیگر. وقتی که احساس ضعف میکنی، نمیتونی که عملا در کار شوی به خاطر از بین بردن بدی ها. بازیگر نگو که من ایمان 100% دارم، ادعا نگو
که من مؤمن بسیار قوی و ایمان بسیار قوی است. فا این لم یستطع فبلسانه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه باز اگر با دست نتانست عملا بدی ها را از بین ببره، کوشش کنه که این بدی ها را با زبان خود بر یک کس گویه که برادر عزیز این کار نکو، دوست عزیز این کار نکو. اینجاست که ایمان از این باز 50% است، از 100% خطا خورد، لکن به خاطر ازی که حداقل ایمان 50% داشته باشه باید با زبان خود برای یک نفر بگوید که اینی کار بده نکو. دیدی که یک دوستت میخواید در محفل عروسی رقاصه ها رو بیاره، در محفل عروسی خود ساز و موسیقی های مبتذل بیاره، تو اینجا من حیث مسلمان اگر میخوایی که ایمان 50% داشته باشی به زبان برش نصیحت میکنی که برادر عزیز آلده ای بیغیرتی ها و غیرت نیست. شیطان بیغیرتی رو بر انسان چی نشان میده؟ غیرت نشان میده. بی ایمانی و بی ناموسی رو شیطان برش خوب جلوه میده، تو برش میگی برادر این کارا نکن خوب نیست، حداقل ایمان 50% خوشو. فا این لم یا ساطعی نی ولا سای، ما با دست هم چیز کار کردن نمیتانم و با زبان هم برکز گفتن نمیتانم. چرا؟ معلومش ایمان ضعیف است دیگه. ولا سای فلانی خفه میشه، خود خدا را خفه نساز، فلانی خفه شوه به خاطر از اینکه خدا خوش شوه، خفه شوه. نه والا صاحب نمیتونم. خب پیغمبر صاحب این فا این لم یستطعه، اگر ایره هم نتوانست فبقلبهی، قلبن بدیها را خب بد ببینه، قلبن یک زشتی را بد ببینه که اینی بد است خوشش نبیه. و ذالک اضعف الایمان، پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه اینی ایمان ضعیف است. و ذالک اضعف الایمان، یکی ایمان ضعیف است و اضعف یعنی بسیار ضعیف، بسیار ضعیف یعنی 2% 3% ایمان داریم، بسیار ضعیف است. خب اگر مطابق از این آلبیم یک نفر در خط ایمان از این 5% ایمان، از این 50% ایمان، از این 100% ایمان، آل زیر خط ایمان هم کسایی هست که بیخی از ایمان هم سقوط کرده باشن، بله این قسم است. یک نفر در محفل که میفهمه که در اونجا رضایت خدا نیست، اونجا رضایت پیغمبر خدا نیست، یعنی یک انسان مسلمان میگه به خاطر از اینکه بفهمه میگه والا من در این محفل میرم، اگه ایواز من پیغمبر خدا میبود در این محفل میرفت؟ میرفت؟ نمیرفت. این حال یک کسی که میفهمه که این کار زشت است و میره در اون کار زشت با اونمو لنگی سفید خود، با اونمو کلاه سفید خود، با اونمو ریش سفید خود، با اونمو ریش یک قبضی خود در مجلس گناه میشینه، اینجا باز ایمان از 5% تحت صفر میشه. زیرا ششتن موتو، ششتن تو کسی که مردم سر تو اعتماد میکنه که تو حاجی صاحب هستی، سر تو اعتماد میکنه که تو قاری صاحب هستی، سر تو اعتماد میکنه که تو ریش سفید بزرگوار هستی، سر تو اعتماد میکنه که تو جوان متدین و با ایمان هستی، ششتر تو در اون مجلس مشروعیت میده، یعنی حرام برای مردم خوب جلوه میده دیگه. باز اگه مثل ما و یک آدم آمد انتقاد کرد باز میگه که تو از کجا پیدا شدی؟ اینجا کتک کتا علما و کتک کتا ریش سفیدا و کتک کتا حاجی صاحبا میشینه و اینجا میخوره و تو از کجا پیدا شدی که آمدی؟ اینا میگن اگر بدکار میبود حاجی صاحب فلانی رفت، فلانی خان خورد، فلانی خورد. چرا که اینا مشروعیت دادن برای چی؟ برای منکر.
بت پرستا وقتی که یک حیوان ذبح می کردن، باز خون از او را می رفتن در پاهای بت‌های خود می زدن. ما عین عادت بت پرستا را در وقت آروسی خود مرغ حلال می کنیم، خونش را در پای در بت آروس می زنیم. عادت بت پرستا است، ولی ما این را به نام کار خوب می کنیم. و کلی که استاد هستن یک نفر نمیگه که این کار ناروا را چرا میکنی؟ چرا اون مرغ بیچاره در زیر پای یک انسان میکشی؟ این خو عادت بت پرست است که یک مخلوق، یک حیوان در زیر پای یک کسی قتل میکنه. خب ما و تو هم عادت بت پرستی را آوردیم، رواج داریم و سر از این اصرار میکنیم و کلی استاد هستن و میگن که آروس تا وقتی از موتر تا نشه برو تا که مرغ نبری. از نیست هم تو بسیر خماد تاریخ و کتاب ها رو بخوانیم، ما خواندیم عادت بت پرستا در زیر پای انسان ایوان میکشه. عادت بت پرستا بود که خون اونمون میگیره در پاهای بت ها میزد، لکن ما اینمی عادت زشت بت پرستا رو آوردیم داخل کردیم به نام رواج، غضب خدا سر ما نازل میشه و ما بی تفاوت هستیم. چرا بی تفاوت هستیم؟ به خاطر از اینکه کلگی بر شادی شده دیگه. شیطان بهترین وسیلهش چی است؟ که گناه را برای انسان عادی میسازه، گناه را برش بسیار عادی می سازن. خانه خود که رفت تق تایپ چالان می کنه، خواندن است، گوش هم نداره، لکن این فکر نمی کنه که هر خواندن، هر کلمه زشت که او میگه در دفتر اعمال من نوشته می شه دیگه، ولی برش عادی شده، بی تفاوت است. گناه می کنه لکن نمی فهمه که گناه می کنم، عادی شده دیگه. خانمش امرای نامحرم میشینه و قصه میکنه و فکایی میگه این بچه کاکای ماست، این بچه مامای ماست، این خسربری ماست، این فلانی است، این فلانی است، که از این صاحب خواهرای ما و مادر ما و همشیرای ما کل از اینا میشینن و قصه میکنن. این به خاطر از اینکه درباره حلال و حرام و محرم و نامحرم گپ زدن نشده، از این خاطر عادی شده، عادت شده، آل خلاص نرمال دیگه. بچه‌ش دید که مثلا پدرم چیزی نمیگه، بچه‌ش هم وقتی که جوان شد نمی حالت است. کالای پنجابی را صاحب بر دختر خداجی صاحبم میخره و مولوی صاحبم میخره و شیخ صاحبم میخره و قاری صاحبم میخره و این کالا صاحب عادت شده و یخنای باز لباسای تنگ و اینه میپوشن صاحب در سرک ها بیرون میبره که سبحان الله وقتی که یا رسای کنی که غضب خدا سر از یا نازل میشه، ولی بر از یا اینی گناه ها عادی شده. خدا خفه شده لیکن خانمم خفه نشد، خدا خفه شه ولیکن همسایم خفه نشه، خدا خفه شه ولیکن خسربریم خفه نشه، خدا خفه شه ولیکن خسر خیلی بچه‌ایم خفه نشه. باز اینجا اندازه ایمان این دو نفر چقدر است؟ این انسانی که به خاطر خوش ساختن مخلوق جرم و جنایت میکنه، خب این کسی که زیر خط آمد در مجلس اشتراک کرد، این حال کسی که باز در مجلس شیشته و چکچک میکنه و تشویق میکنه و خودش بالفعل از دست از او کش میکنه که تو بخی بالا برقص، تو بخی صاحب این کار رو بکن، اینجا ایمان 50% تحت صفر. پنجاه فیصد ایمانش تحت صفر است. و او کسی دیگه که باز پیسه میته 20,000 30,000 روپیه بر رقاصه و بر سازنده و بر ازیا پیسه میته و تا نصف شب و تا صبح مردم به خواب نمیمانه، این کل قریه را در غضب خدا گرفتار میکنه، ایمان از این 100% تحت صفر است. چرا که پیسه خدا هم داد، وقت خدا هم داد، مصرف هم کرد و بعد از این میگه که من بسیار مسلمان قوی و مؤمن قوی هستم. چرا کل این کارها را میکنن؟ به خاطر از این میکنه که این رضایت مخلوق نسبت به رضایت خالق ترجیح میدن. خدا خفه شود لکن قوم ما خفه نشه، خدا خفه شود لکن جوانایی که گمراه هستن یا خفه نشن. او کسی که طرفدار شیطان است از شیطانت و گمراهی خود دفاع میکنه، دفاع میکنه، و اگر تو در مقابلش قرار بگیری دوستی خودت قطع میکنه.
اگر تو در محفلش نری که رابطه خود قطع میکنم، من که تو دیگه دوستی ندارم چرا در محفل من آمدی، من که تو آشنایی ندارم چرا که در محفل گناه من آمدی. اینال اونفر به خاطر راه شیطان که تو قطع رابطه میکنه، لکن تو به خاطر خدای عزوجل مجلس از او را قطع نمیکنی. اینجا معیار ایمان معلوم میشه که من چند فیصد ایمان دارم، به خاطر که فلانی خان خفه نشه، به خاطر که فلانی که من قطع رابطه نکنه، به خاطر که فلانی این کار نکنه، من خدای عزوجل خفه میسازم و میرم در محفل فسق و فجور اشتراک میکنم. به خاطر که فلانی دشمن خدا خفه نشه، دشمن خدا خفه نشه، من میرم خدا را خفه میسازم. به خاطر از این که فلانی نفران مرا خوب بگویه، من باید در محفلم رقاصه ها را بیارم، اینی 20 نفر مرا خوب بگویه، لکن میلیارد ها ملائکه سر من لعنت بگویه، اون لعنت میلیارد ها ملائکه را این نفر قبول میکنه، ولی 20 نفر ملامتش قبول نمیکنه. و او 20 نفر هم اگر مردم های با ایمان باشه، خب او خوش نمیشه در رقصاندن انسان ها، او خوش نمیشه در آوردن انسان های ذلیل، خوش نمیشه در این که تو پول در مصرف بکنی در گناه، و خوش نمیشه مسلمان های با ایمان که تا به صبح مردم قریه را بخو نمانی. کی خوش می کی خفه میشه از تو کی خوش میشه کی کارها را بکنی؟ 1-20 نفر 30 نفر فاسق و فاجر و بی ایمان باستر تشویق میکنه که چه خوب عروسی داشتی، چه قدر لکس بود، تا به صبح سیل بود، کل قریه را صاحب رقصاندی، کل منطقه را در شعور آوردی. اینی 20 نفر تو را تشویق میکنه و افتخار میکنی، و در مقابل از او 20 میلیون ملائکه سرت لعنت خدا را میفرستاده که لعنت خدا سر تو انسانی که بخاطر رضایت مخلوق خدای عزوجل خفه ساختی. اینجا انسان قوت ضعف ایمان خدا ببینه، قوت و ضعف ایمان خدا ببینه. خب پیغمبرم قوم داشت، چرا قومش از قریه کشیدش؟ قومش نکشیدش؟ هجرت نکرد؟ سرش سنگباران نکردن؟ خون بوتایشون نالیه اینش همی چیزی که در پایش بود ای از خون پر نشد؟ خیلی کل از ما میخونیم به خاطر از این که نه مذهب، هیچ کسی سر ما انتقاد نکنه، هیچ کس مرا بد نگوه، هیچ کس سر ما تعرض نکنه. باید کلگی یک کسی گفت مذهب یک جای رفتم، یک جایی من رفتم که در فلانی منطقه یک 20 شب بودم و هیچ سر ما نفهمیدن، بیدینا بودن، هیچ نفهمیدن. من گفتم که تو هم بیدین بودی، اگر دیندار می بودی آدم دیندار در میشب اول آدم مشناسه دیگه، آدم دیندار در میشب اول که دید که تو وضو میکنی، تو نماز میخوانی، تو مثلا خود وضو نکردی، نماز تا ترک کردی، عبادت هم ترک کردی، که رقصیدن هم کچان رقصیدن سعی 20 شب کچان، گفت خود تو از افل ایمان تا ترک کردی، در تاق بلند مانده بودی. اگر این کافر و بیدین و منافق چطور یک مسلمان ها نمیشناسی؟ اینال اینجا برادر عزیز، بین ایمان کس را کس نمیتونه که سنجش بکنه، ایمان کس را بغیر از خدای عزوجل و خود انسان میتونه که خدا محاسبه بکنه که ایمان ما چقدر است. شو که رفتین پیشتان در بستریت خو کردی، اعمال طبیبی که ولی من اینی کار کردم، من اینی کار میکنم، اینی کار میکنم، در اینجا اینقدر مخلوق خوشحال میشه و اینقدر لشکر خالق خفه میشه. ما بسیار به ارزش میگیریم اگر ما در کار که غضب خدای عزوجل از بفهمیم لعنت الله و الملائکتی و الناس اجمعین، لعنت خدا، لعنت ملائکه ها و تمامی مردم نصیب کسی میشه که به خاطر راضی ساختن یک مخلوق خدای عزوجل خفه بسازن. تو برادر که دریور هستی، تو که دریور هستی به خاطر از اینکه مردم خوشحال شوند پوستکارت های
نیمه به اوریان و اوریان و برهنه را در موترت نصب میکنی. بعضی کسا هستن برادرای عزیز که گناه میکنن و برشان بسیار عادی هست. امروز من در یک سلمانی رفتم، سرم تیار میکردم، یک مجله را باز کردم، در صفحه اول از این مجله عزیز زنای برهنه. این سلمان صاحب باز از خدا هم گپ میزنه، از دین هم گپ میزنه، از قرآن هم گپ میزنه، خود بسیار خوب آدم میگیره. من گفتم بیا در این مجله را هر کسی که در این دوکان بمه سیل میکنه یکسر، خود تو وسیله گناه شدی، خود کل از یک گناهش بگردن تو داخل میشه دیگه. آن نمیشه که مجله را تو سپرتی یه وزش یک چیز خوب بیار که اگر آوردن میتونی از این مجله را خوب سکو. یا هم گناه داره. یک نفر دریور است، عکس‌ها را نصب کرده در دیوال خود. هر کسی که در موتر از بالا میشه که سیل میکنه این طرف این طرف این طرف این طرف، خود طبعا وقتی که انسان زون از یاد سیل کرد این به گناه مبتلا میشه. کی سبب گناه شد؟ خود سبب گناه وقتی که شدی، در حدیث شریف میگه که عدال و علی الخیر کفاعلهی. وقتی که یک نفر یک کسی را به نیکی دعوت میکنه، شما یک نفر از دوستایتان دعوت کردین، تقاضا کردین، دوستانه او را آوردین در مجلس درس شاندین، این همین نفر وقتی که در مجلس درس شیشت فکر کو که 20,000 درجه ثواب گرفت و تو هم 20,000 گرفتی. اینال خداوند متعال جل جلو پیغمبر سلام میگه که خداوند به خاطر ازی که این نفر تو سبب شدی که ایره به خیر آوردی، 20,000 دیگه هم خداوند به خاطر ازو بر تو میده. بنان 20,000 ازو شد، از تو که خودت اشتراک کردی 20,000 و 20,000 دیگه هم به خاطر ازو بر تو 40,000 داده میشن. و برعکس ازی، اگر یک نفر سبب جرم و گناه میشه، او خود گناهگار شد، ولی تو که وسیله شدی بر گناهی ازی. ما در یک جای رفتیم 600 سفر داشتیم، یک دریور جوان از یک کشور نفهم از فیلیپین بود، از کجا بود، از همینجا که موتر از یه حرکت کرد در بین از یک کست اسلامی را ماند تا که ما همینجا رسیدیم. پس که آمدیم باز یک کست اسلامی، برادر تو جوان هستی؟ من جوان هستم، من دریور هستم، لیکن من مسلمان هستم. من میخوایم که این 600 از این موتر سرویز بود، گفته این موتر سرویز من تقریبا 40-50 نفر که امرای من میرن، این 50 نفر سعی که تو محاسبی دقیق یک مسلمانه، گفت این 50 نفر 6 ساعت امرای من است، 50 را ضرب 6 ساعت کن که چقدر ساعت میشه. گفت این ساعت ها را من کلش در عبادت خدای عزوجل سپری میکنم، این ساعت ها را کلش در عبادت خدای عزوجل سپری میکنم. بناهن این مردم ها هم ثواب گرفتن و امر خداوند متعال جل جلاله اینمی 6 ساعت هم در عبادت منشته میکنن و این 56 دیگر هم به اندازه زیاد. چون پیغمبر خدا گفت وعده کرده دیگه، ما به اساس وعده پیغمبر صلی الله علیه و آله میخوایم که دمی 6 ساعت خودم 6 ساعت ثواب خود بگیرم، این دیگه 6 ساعت دیگه در ثواب مانده و باز از این 50 نفر چون من وسیله شدم. به چی وسیله شدم؟ که اینا را حق بشنوانم، کست قرآن را بشنوان، تبلیغ را بشنوان، درس دینی را بشنوان، بناهن 50 ضرب 6 این را هم خداوند بر مد این اعمال نامی منش رمید. من لوده هستم که به خاطر خوشحال ساختن 4 نفر انسانهای لندغر و بی عقل و بی تربیه و بی ایمان خدا هم در غضب خدا داخل کنم و این 4 نفری که در موتر قطع مشیشته کل زیر گناهگار بسازم و به اندازه گناه های از و 50 ضرب 6 بر من در شانه چپ مشه. گفت من کدام بی عقل نیستم، من مسلمان هستم و المؤمن و کیس و فطن. مسلمان میگه بسیار زیرک میباشن، بسیار
فطانت می داشته باشه، بسیار دقت می داشته باشه، ثواب ها را بر خود به اشکال مختلف جمع می کنه، هم دیگرها را به طرف حق دعوت می کنه و هم خوده. نعره تکبیر الله، نعره تکبیر الله، نعره تکبیر الله. جوان مسلمان پرسان کردیم نمیشناختی میشنه، بر ما پرزا آمد استاد دفلانی آرسی خبر هستیم. آرسی کی هست؟ گفتن یک جوان مسلمان است. چه قسم آرسی؟ سی آرسی چی هست؟ گفت استاد والا آرسی هست، انت یک جوان است، شما را دعوت کرده. ما را چرا دعوت کرده؟ گفت میخواه، گفته که به عوض زمین رقاصا و سازنده و کارهای بد، ما میخواهیم که در آرسیم چند نفر استادا بیاییم، مردم نان میتیم، یک دو ساعت گپ بزنن، خلاص دعا میکنیم هر کس برای استراحت خدا بکنن که آرسی من معصیت نباشه. پرسانش کنیم که جوان آیا تو نمیخواستی که در آرسی ترقص باشه؟ گفت با خدا میخواستم استاد، چون هر کس چیزای زشت شیطان و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان همیشه حرامه برای انسان زینت میده، همیشه بدی ها را بر انسان زینت میده، هم شیطان انسانی و هم شیطان جنی، هر دویش تشویقت میکنه در بدی ها. گفت ما ولی میخواستم که در آرسیم پیسه هم داشتم، امکانات هم داشتم، از دیگه مردم کرده ضعیف هم نیستم، اقتصادم هم خوب است، من میخواستم که امی کار را بکنم، میخواستم که برم سازنده را بیارم، میخواستم که رقاصه را بیارم، میخواستم که تا به صبح گناه باشه، میخواستم که ساتیری باشه و میخواستم چی باشه و چی باشه و چی باشه، کل چیزها را میخواستم، لکن از خود یک سوال کردم که رضایت خدا در چیست و رضایت شیطان در چیست؟ وقتی که یار کلش سنجش کردم، رفتم پیش قاری صاحب، رفتم پیش مولوی صاحب، رفتم پیش شخصیت هایی که اسلام درست میفهمن، اسلام سر اسلام تجارت نمیکنن. یک کسایی هستن که اسلام و وسیله ساختن برای چی؟ برای دنیای خود. به خاطر ازی که من دنیا را کسب بکنم، باید از اسلام استفاده بکنم. نه نه نه، این مردم ها تاریخشان تیر شده و اکسپایر شدن، از بین رفتن، روز به روز شرمندگیش هنوز زیاد شده میره، هنوز خجالت میشه، هنوز ذلیل شده میره. میگه من رفتم پیش یک تعداد قاری صاحب محترم، رقاصه رو بیارم، سازنده رو بیارم، گناه باشه، ای باشه. میگه بر ما گفت که نه، در این کارا غضب خدای عز و جل سرت نازل میشه. آغاز آرسی تو به خوشی شیطان آغاز میشه. میخوای شیطان خوشحال بسازی؟ خداوند میگه که شیطان دشمن شماست، فتخیذوه عدو، شیطان دشمنتان بگیرید، گپ شیطان نکن. گفت من نخواستم که خدا خفه شد. ما رفتیم دارسیش، یک تعداد از بچه های کاکا و اوترای شکمک طرف خدا میکردن. وقتی که یک ساعت امام که آمدن، لاسپیکرها را مانده بود، واسه در گرد دیگ و اوترای چیز میکردن. وقتی که یک ساعت گپای دین شنیدن، دیدیم که آیست 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 کلشان آمد. اما کسایی که مخالفش بودن، اونا هم داخل برش دعا کردن، کلگی دعا کرد، گفت خدای پاک در خانیت هم برکت برده، در خانمت هم برکت برده و خداوند برد اولاد نیک هم نصیب بکنه، چرا که من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. کسی که یک کار نیک در یک جای رواج بده، یک کار درست که یک جوان در یک جای رواج میده، قربانی میده. مزاج دین به قربانی است. اگر قربانی دادی، باز مدد خداوند سرت نازل میشه. تا وقتی که قربانی ندی، مدد خدا سر کس نازل نمیشه که ما بگیم که خدا کمک کنه و ما قربانی نمیتیم. ابراهیم علیه السلام وقتی که در مقابل کل قوم کافر خود استاد شد، کل قومش کافر و آتش پرست و بت پرست هستن، یک جوان نوجوان
در مقابل اینمی بدی ها استاد میشه. کل قوم یک جای میشن، از وکیل منطقه گرفته تا رئیس شورایش گرفته تا ملکش گرفته تا خانش گرفته تا رئیس نایش گرفته، کل از یه سب دست خدا یک جای کردن، گفتن که این جوان باید اتو یک جزا بتیم که در زندگی خود کس دیگه این جرعت نکنه. ابراهیم تنها مان، از نگاه ظاهری تنها مان، پدر دشمن، برادر دشمن، کاکا دشمن، ماما دشمن، اقارب کلشان دشمن، و ای تنها مانده؟ نه، چون میفهمه که میلیون ها ملائکی خدا به امرای عزیز. از این خاطر ابراهیم علیه السلام در قرآن میگه که کان امتن، ابراهیم به تنهایی خود یک امت، ممثل یک امت بود، امت کفر به هزارها، امت اسلام یک ابراهیم. اینمی ابراهیم علیه السلام در مقابل کل ازیا استاد شد، آتش در دادن، هر کس به اندازه اخلاص خود به بت‌های خود آتش آوردن و انداختن، ابراهیم علیه السلام در بین آتش انداختن. در اونمون لحظه که ابراهیم علیه السلام در بین آتش منداختن، ابراهیم آمد ملائکه برش گفت که یا ابراهیم کمک میخوایی؟ گفت بله کمک میخوایم، اما از تو نمیخوایم. از ملائکه کمک نخواست. جبرائیل علیه السلام پیشش آمد، ابراهیم در بین آتش افتادی، کمک میخوایی؟ گفت کمک میخوایم، نیاز به کمک دارم، اما ای جبرائیل به کمک تو نیاز ندارم. خیش به کمک کی نیاز داری؟ گفت به کمک کسی که من نیاز دارم، از تو کده خوبتر میتونه بر من کمک برسن. از یه خدای عزوجل برای صدا کرد که یا نارو ای آتش کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ای آتش سرچو، ما میگیم آتش زبان نداره، آتش زبان داره، آتش نمیفهمه، میفهمه. آتش برای سوختاندن خود، آتش به خاطر سوختاندن به امر خدایی از عزوجل نیاز دارد. پروردگار برش بگوید بسوزان. قلنا، خدایی از عزوجل میگه ما گفتیم یا نار یا آتش کونی بردن، سرد شو و سلامن و سلامت نگه دارنده شو برای ابراهیم علیه السلام. بعضی مفسرین میگن که آل خیجر سلام من گفت، خب میگفت که ای آتش سرد شو برای ابراهیم علیه السلام. گفت اگر خدای عزوجل برای آتش میگفت که سرد شو، آتش به اندازه سرد میشد که ابراهیم علیه السلام در بین آتش از خنک میمرد. گفت سرد شو لاکه درجه تا 500 یک از آر تحت صفر نبر آتش، به مو اندازه سرد شو که ابراهیم علیه السلام از سلامت نگاه. ابراهیم دیپلماسی رو یاد نداشت. ابراهیم نگفت به خاطر از اینکه کاکایم خفه نشه، مامایم خفه نشه، بچی کاکایم خفه نشه، رفیقایم خفه نشه، به خیر از مکتشان دیپلماسی میکنم. بسیاری کسا منافقت آل دیپلماسی میگن در افغانستان. انسان های منافق خود دیپلمات میگن. نیست دیپلماسی استاد یک کم دیپلماسی بکنیم. نه دیپلماسی یعنی منافقت. مسلمان قلب و زبان و دستش و حرکتش کلش یکسان است. قلبت یک کسی را یک قسم فکر میکردی و در زبان چیز دیگه میگفتی تو منافق هستی. نیست من والا رفتم برای فلانی دشمن خدا بغل خدا واس کردم منده نباشین خوب عزیز فلانی در دیگه مملکت سایی بود دشمن خدا را یک نر پیدا میشه کرده بود در دانش میزنم و در وطن ما سایی دیپلومات ها. نیست ما بعد ما میایی خب ما سایی رفتیم سایی دیپلوماسی کنیم و خاطر ازی که باز بریم باز برای ما دیگر از روزی ما را قطع نکنه. باز ما از اسلام گفت بیزنیم آولا اسلام خود دیپلوماسی نداره. اسلام میگه که لا یتخذ المؤمنون الکافی مؤمن الکافرین اولیاء. خلاص حکم خداست، میگه مؤمن کافر را، کافری که دستش به خون میلیون ها انسان تر است، دستش به خون میلیون ها انسان تر است،
ناموس مسلمان ها به خاطر ازی ضربه دیده. 200 و 250 شهید در شیندن دادیم به خاطر که اینمی عسکرای قاتل و جنایتکار و تروریست ازی بمباردمان کردن، طفلا را اونجا به شهادت رساندن، طفلکای خرد خردی که هنوز تولد نشده به شهادت رسید. 25 الی 30 طفل نشان میده که در بطن مادر خود به شهادت رسیدن. عسکر امریکایی دیوانه میشه به خاطر از اینکه میگه من عسکر امریکایی هستم، برای من میگه که شما برین در افغانستان، اونجا کسایی هستن که ظالم هستن، شما برین در مقابل ظالم بجنگید. لکن ما میبینیم که وقتی اونجا بمباردمان میشه، از ساعت 9 بجه شب تا 2 بجه روز طفلک ها چیغ میزنن، خونشان میریزه، زن ها چیغ میزنن، ریش سفیده ها خون ها لوت میزنن، پایا و دستایشان قطع است. و برای ما قماندان اعلای ما امر میکنه که اجازه نیست که امبولانس ها را اجازه بدین که زخمی ها را ببرن، تا بالاخره که این طفلک ها پیش روی چشم ما میمرن، شهید میشن، عسکر امریکایی دیوانه میشن، چون میفهمه که من یک انسان نیستم، من یک وحشی هستم، من یک قاتل هستم، من یک خونخور هستم، من یک جنایتکار هستم. اینجا آمدیم این مردم مسکین و مظلومه، خونشان همه جوشم، طفل مزمز 5 ساله اونجا جان میده و برای من قماندانم اجازه نمیده که من باید او را اجازه بدم که امبولانس او را ببره حداقل خونش را قطع بکنن، نمانه که خونریزی بکنن. بالاخره از خونریزی زیاد این طفلا و این زنها و این زنهای حاملدان میمرن. عسکر امریکایی دیوانه میشن، میره در وطن خود. 84% از عساکر امریکایی وقتی که از افغانستان و از عراق دوباره به امریکا میرن، یا خلل دماغی برشان پیدا میشه، دیوانه میشن، اصاب خود از دست میدن. و در اونجا باز ما میخیزیم دیپلماسی میکنیم. آیا ای هم، آیا ما هم در مقابل این دیپلماسی خود، در مقابل خدای عزوجل جوابگویی خواهد کردیم؟ حداقل آدم خبر از این نفر بگویه، بر از این نفر که امریکایی تو تروریست هستی، تو قاتل هستی، تو که بمبارد میکنی طفلا را میکشی، تو که خانه ها را از بین میبری، تو که بمباردمان میکنی، تو که در نورستان بسته مردم از قریه میکشی و با سر از اون موترهایی که مردم نقل میته به خاطر از کل از اونها کشته شون در قریه نجات پیدا نکنن، برشان میگی برین، وقتی که اونها میبرای سرشان بم میپرتی، تو قاتل هستی، تو جنایتکار هستی، و کسی که از تو دفاع میکنه قاتل است، و کسی که تو را مشروعیت میده قاتل است، و کسی که تو را حمایت میکنه از حمایت میکنه او هم در جنایت تو شریک است، و کسی که شست خود در انتخاب نماینده تو شست میده او هم در قتل شریک است. اسلام دین دیپلماسی نیست، اسلام دین ترس نیست، اسلام دین خوف نیست. اگر یک لک عسکر امریکایی دشمن انسان باشه، به میلیون ها عسکر الهی طرفدار انسان است. در جنگ بدر مسلمان ها وقتی که رفتن شیطان یا رهبری میکرد، شیطان وقتی که نزدیک بدر رسید فرار کرد، مردم آمدن برش گفتن که ای شیطان کجا میگروزی؟ گفت برین که شما چیزایی را که من میبینیم دیدن نمیتونن، شما دیدن نمیتونین، چون شیطان میدید که ملائکه های الهی آمده در صف مسلمان ها به خاطر دفاع از اسلام جهاد میکنن، و وقتی که معرکه خلاص میشن خدای عزوجل بر پیغمبر میگه که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله حرما. ای پیغمبر، ای زدن تو نبود، ای زدن خدای عزوجل است که ملائکه های را فرستاد که بعضی از دشمنای خدا از این سر که کت شمشیر زده بود، کت اسب مست به خود دو توته شده بود، این کار را انسان کرده نمیتونه. تکبیر الله، تکبیر الله. اینجا برادرای عزیز، قوت ایمان و ضعف ایمان در دو نقطه هست. اگر به خاطر رضایت مخلوق خدا را خفه ساختی، نگو که من ایمان قوی دارم. خدا بازی نده. دیپلماسی در اسلام نیست، مخلوق خوش ساختن در اسلام نیست. مسلمان باید موقف ثابت داشته باشه، واضح داشته باشه که در هر جایی که برابر شد بگوید که اینی حق است، ای باطل،
اینی ظالم است، اینی مظلوم، اینی غدار است، اینی مظلوم، اینی وطن فروش است، اینی وطن دوست، اینی مسلمان است، اینی کافر است، اینی خائن است، وطن فروش است. بگویی برش چی در ویترین، چی در داخل مسجد، چی در داخل پارلمان، در هر جایی که دادم روی تو آمد، برش بگویی که تو جنایتکار هستی، تو خائن هستی، تو قاتل هستی. و من مسلمان هستم، من دیپلماسی نمیکنم. اگر زنده بودم زنده باشم، اگر مردم بمرم، لکن در مقابل خدای عزوجل سرم خم نباش. اگه به خاطر رضایت مخلوق حق تو پوشاندی، گپ حق نگفتی، رای حق نگفتی، تو منافق بودی و ما را بکشه و در صف عبدالله ابن ابی ابن سلول قرار بده. او کسی که به خاطر رضایت مخلوق کار میکنه و خدا را خفه میسازه، بفهمه که ایمانش تحت صفر است. او کسی که در موتر خود تصویرها را میپرته تا مردم خوشحال شود، او کسی که در آروسی و در محافل و مجالس خود به شویت میتبره بر مردمای گناهکار و کت از اونها در یک صف قرار میگیره و به خاطر که انسانها از پیشش خفه نشه، ای باز گپ از ایمان نزنه، گپ از تقوا نزنه، گپ از دعوت نزنه، گپ از رضایت خدا نزنه. وقتی که بالفعل در مقابل تو قرار گرفتی، در جایی که رضایت خداست و رضایت دشمنای خدا، باید رضایت خدا را ترجیح بدیم. چه قسم میتونیم که رضایت خدا را حاصل بکنیم؟ که هر قدمی را که میمونیم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از یک صحابی مبارک پرسان کرد که تقوا چیست؟ قرآن گفته که هدل للمتقین است، هدایت از برای متقیان. پرسان کرد که متقی کی هست؟ من چی خزم بفهمم که من متقی هستم و قرآن مرا هدایت کرده؟ گفت یا عمر، اتروز شده که در یک جایی بیری که پایایت لچ باشه، در یک دشت در حرکت هستی و پایایت لچ است و دو دشت یک تک خار است، چه قسم قدم میمانی؟ حضرت عمر صاحب گفت که بسیار احتیاط میکنم، سیل میکنم که اونجا جایی که خالی است، اینی جا پایم میمانم که در پایم خار نداره. گفت اینمی تقواست دیگه، که تو در مقابل، در آرسی، در خوشی، در مرده برادرت، در مرده پدرت، در مشکلات زندگی، در خوشی های زندگی، تو اینجا پسیل کنی که کدام جای از چهار اطراف خار گرفته، کدام نقطه هست که من اینجا پای خدا بانم که در اینجا رضایت خدای عزوجل باشد. اگر اینی قسم در هر چیز رضایت خداوند ترجیح دادی، مسلمان حقیقی هستی. در غیر از او باز از تقوا و از ایمان گپ نزن، که خداوند متعال جل جلاله بر تمام ما و شما توفیق بده. و دعا بکنیم که اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. پروردگارا، ما بنده های عاجز هستیم، خدایا بر ما توفیق نصیب بکنی که همیشه رضایت تو را سرمشق زندگی خود قرار بدیم. خدایا تو بر ما توفیق نصیب بکنی که ما ایمان خود قوی بسازیم و ایمان ما این قسم قوی شود که ما در هر جایی که برابر میشیم، خدایا رضایت تو را حاصل بکنیم. الهی توفیق نصیب ما بکنی که تو را راضی بسازیم. خدایا ما را در روز قیامت شرمنده نگردانی. خدایا ما را از منافقت، از بیدینی، از عادتهای کفری و بیمانی، خدای تو ما را نگاه بکنی پروردگارم. الهی کسانی که به ضد افغانستان هستند، الهی کسانی که به خاطر به ضد مسلمان ها دسیسه می سازند، و الهی خدای کسایی که می خواهند که افغانستان به یک مملکت کفری مبدل بکنند و از راه های مختلف در اینجا استفاده می کنند، خدای هر کسی که به ضد وطن ما، به ضد مردم ما و به ضد ملت ما و به ضد اسلام پلان و نقشه می سازه، خدایا خودت مثل فرعون و هامان و فرعون و نمرود، خدایا هلاکش بگردانی. الهی پروردگارم، شهدای اسلام، شهدای افغانستان، شهدای عراق، خدایا شهادتشان را بپذیرید. الهی شهادتشان را قبول بکنی. خدایا بر ما هم توفیق بدی که همیشه به خاطر دین خودت قربانی بدیم. خدایا ما را توفیق بدی که راه را اختیار بکنیم که در آخر زندگی ما تو از پیش ما خوشحال باشی. پروردگارا، آخرین کلمه ای که از زبان ما در روزی که آخرین لحظات زندگی ماست، وقت مرگ ماست، آخرین جمله و آخرین کلمه‌ای که از زبان ما می‌برایه، پروردگارا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله.
عشق تو آشنای به نمازان به سوزد آتش تیز جهنم سر و تن دست و پای به نمازان نخواهد دید اندر روز محشر رسول مالقای به نمازان اگر خواهی که در جنت درائی مرو اندر سرائی